سلام دوستان خوش اومدید به کلاس درس خب توی ویدیوهای قبلی در دوتا دو تا قبلی ما با همدیگه یاد گرفتیم که چطوری فاصله یه دو تا نقطه توی فضای آر رو از همدیگه حساب بکنیم امروز ویژگی های این فاصله که بهش طول هم میگیم یعنی وقتی میگیم که طول مثلا پاره خط پی یعنی فاصله نقطه پی از کیو ببینیم که این چیزی که ما به عنوان طول یا فاصله تعریف کردیم چه ویژگی‌هایی داره اول بیاید خیلی سریع مرور بکنیم برای خودمون که قضیه از چه قرار بود فرض کنید که یک نقطه P داریم توی فضای R3 به مختصات مثلا X0 و Y0 و Z0 و یک نقطه دوم داریم به اسم Q که مختصاتش مثلا هست X1 و Y1 و Z1 بعد دو تا چیز رو با هم یاد گرفتیم اول فاصله هر کدوم از این نقطه ها از مبدع مختصات بود که فاصله رو از این به بعد با قدر مطلق نشون میدیم مثلا وقتی نمیستیم قدر مطلق پی او یعنی اندازه فاصله نقطه پی از نقطه او که مبدع مختصات هست یا میتونیم بگیم یعنی طول پارخط پی او که یاد گرفتیم برابر هستش با چی؟ برابر هستش با رادیکال x صفر به توان دو به علاوه y صفر به توان دو به علاوه z صفر به توان دو درسته پس این طول پارخط پی او هستش یا فاصله نقطه پی از نقطه او که مبدع مختصات هستش هستش خب همچنین فاصله رابطه فاصله دو تا نقطه از همدیگه یا طول یه پارخط دلخواه رو هم یاد گرفتیم مثلا طول پارخط پی کیو یا فاصله نقطه پی از نقطه کیو برابر با چی خواهد بود؟ برابر با رادیکال x1 منهای x0 به توان دو علاوه که به طوان دو علاوه y1 منهای y0 به توان دو به علاوه چی؟ z1 منهای z0 به توان دو درسته این دوتا رابطه هستش که توی ویدئوهای قبلی اثباتشون کردیم و قرار شد که حفظشون بکنیم یکی فاصله نقطه از مبدا مختصات و یکی فاصله دوتا نقطه دلخواه از هم دیگه البته اگر دقت بکنید این دومیه عذر میخوام این اولیه یه حالت خاصی از دومی هستش چرا چون نقطه او که مبدا مختصاتمونه گفتیم که مختصاتش صفر و صفر و صفر هستش دیگه حالا اگر از این رابطه کلی استفاده بکنیم و مثلا به جای x1 و y1 و و صفر میبینیم که همین رابطه بالایی به دست میاد خب این پس مروری از اونچه که قبلا راجع به صحبت کردیم اما این چیزی که به عنوان طول یا فاصله تعریف کردیم سه تا ویژگی خیلی مهم داره ویژگی اولش میگه چی میگه که فاصله پی از کیو برابر با صفر هستش یا طول پار خط پی کیو برابر با صفر هستش اگر و فقط اگر پی مساوی کیو باشه یعنی نقاط پی و کیو نقاط P و Q بر هم چی باشن؟ منطبق باشن توی فضای آرسه خب اثبات یک طرفش که خیلی راحت هستش یعنی اگرش اگر که پی و کیو بر هم منطبق باشند یعنی چی یعنی اگر پی مساوی با کیو باشد چی نتیجه میگیریم طبق تعریف منطبق بودن دو نقطه نتیجه میگیریم که x1 مساوی x0 هستش y یک مساوی با y0 هستش و z1 هم مساوی با z0 هستش. در نتیجه هر سه تا اینا یعنی x1 منهای x0 برابر با 0 میشه، y1 منهای y0 هم برابر با 0 میشه، z1 منهای z0 هم برابر با 0 میشه. پس فاصله پی از برابر با 0 خواهد بود. اما اون طرفش چطور اثبات میشه؟ دقت بکنید که اندازه پی کیو یا فاصله پی از کیو اگر برابر با صفر باشه یعنی ما چی داریم؟ یعنی داریم رادیکال x من منهای x صفر به توان دو به علاوه که من منهای y صفر به توان دو به علاوه که یک منهای z صفر به توان دو برابر با چی هستش برابر با صفر هستش خب حالا اگر این رادیکال برابر با صفر باشه این جمله های داخل رادیکال رو نگاه بکنید تک تک اینا چون توان دو هستن چی هن؟ بزرگتر یا مساوی با صفرن یعنی هیچ کدوم اینا نمیتونه منفی باشه این جمله چون همشون توان دو هستن و دارن با هم جمع میشن پس اگر اینا با هم جمع شدن و حاصل جذرش برابر با صفر شده یعنی اینکه تک تک اینا مساوی با صفر بودن چون اگر غیر صفر بود یک کدومشون یه مقدار مثبتی به دست می اومد زیر رادیکال که جذرش مخالف با صفر میشد پس این مقدار صفر هستش y1 که منهای y0 به هم یه صفر هستش z1 که منهای z صف باید صفر باشه این تنها حالتیه که اون وقت فاصله پی از کیو برابر با صفر خواهد شد خب اگر هر سه این جمله ها برابر با صفر باشن نتیجه میگیریم که چی؟ مثلا اگر x1 منهای x0 به باشه x1 منهای x صفر هم برابر با صفر هستش یعنی چی؟ یعنی x1 مساوی با x 0 این همون نتیجه میگیریم که Y1 هم باید مساوی با y باشه و Z1 هم مساوی با z باشه پس چون معلفه x و y و z دو تا نقطه p و q با هم برابرن پس p باید بر q منطبق باشه پس فاصله دو تا نقطه برابر با صفر هستش اگر و فقط اگر بر هم منطبق باشن که البته به لحاظ شهودی ما اگر یک چیزی رو به عنوان طول یا فاصله تعریف بکنیم انتظار داریم که این ویژگی یک براش حتما صادق باشه چون به لحاظ شهودی وقتی میگیم فاصله دو تا جسم یا فاصله دو تا نقطه صفر یعنی اون دو تا روی هم افتاده دیگه بر هم دیگه منطبق هستن خب این از ویژگی اول ویژگی دوم طول میگه چی میگه که طول پاراخط پی کیو با طول پاراخط کیو پی برابر هستش خب که این هم اثباتش خیلی ساده است کافیه که از این رابطه استفاده بکنید دقت بکنید این پی کیو رو که من اینجا نوشتم اگر کیو پی رو بنویسیم برابر با چی میشه برابر میشود با رادیکال رادیکالش اول بنویسیم خب فقط جای x0 و x1 رو بعد عوض کنیم دیگه x0 منهای x1 به توان 2 به علاوه y0 منهای y1 به توان 2 به علاوه z0 منهای z1 به توان 2 خب این جمله ها دقت بکنید چون همه به توان 2 هستن با همدیگه مساوی هن. یعنی x1 منهای x0 به توان دو و مساوی هستش با x0 منهای x1 به توان 2 درسته چون یکیشون منفی اون یکی x1 منهای x0 برابر با منفی x0 منهای x1 که اما وقتی به توان 2 میرسونیم اون منفی از بین میره و هر دو با هم مساوی هن این همون جمله دوم y0 منهای y1 به توان 2 هم با وای 1 منهای y0 به توان 2 یکیه و جمله سومشون هم یکیه پس جمع هر ستا اینا با هم یکیه و بنابراین طول پاره خط PQ با QP برابر هستش یعنی چی؟ یعنی وقتی فاصله دو نقطه رو میخوایم از هم حساب بکنیم و از این رابطه میخوایم حساب کنیم ترتیب مهم نیست چه اول مختصات P رو بذاریم بعد Q یا اول Q بعد P هر دو تا یک اندازه برای طول پاره خط به دست ما میدن پس این هم از ویژگی دو ویژگی سوم که ویژگی خیلی جالبی هستش میگه چی؟ میگه اگر ما یه نقطه سوم آر انتخاب بکنیم توی فضای آر 3 که مثلا فرض کنید که این نقطه آرمون هم یک مختصاتی داشته باشه اسمش رو بذاریم X2 و Y2 و Z2 خب در اون صورت فاصله پی از کیو یا طول پاره خط PQ کوچکتر مساوی هستش با طول پاره خط PR به علاوه طول پاره خط RQ که در به این نامساوی مثلث گفته میشه خب این هم اثباتش خیلی ساده هستش بیاد یه مثال برای خودمون بزنیم من اینجا مثلا محور های مختصات رو خیلی سریع میکشم این محور X ها این محور وای ها و این هم محور Z ها خب اسپوزایشون هم بکنیم پس X و و Z خب حالا فرض کنید که سه تا نقطه دلخواه داریم تو این فضا مثلا این نقطه پی مونه این نقطه Q این هم نقطه آرمونه مونه خب ما این دو تا این سه تا نقطه رو اگر دو به دو به هم دیگه وصل بکنیم یک چی حاصل میشه یک مثلث حاصل میشه چون هر سه تا نقطه حتما هر سه تا نقطه تو فضای آر حتما روی یک صفحه قرار میگیرن پس اگر به هم دیگه وصلشون بکنیم یک مثلث حاصل میشه که خب ازلا این مثلث مثلا این زل برابر با طول پی کیو هستش طول این زل طول این یکی زل برابر با طول کیو آر هستش و این یکی زل برابر با طول پی آر هستش درسته این اندازه سه تا زل مسلسه و همیشه میدونیم که از هندسه توی هر مسلس اندازه هر زل از مجموع اندازه دو تا زل دیگه کوچیکتر هستش اینجا هم پس مثلا طول پی کیو که این زل مثلث هستش بیاید قرمزش بکنیم مثلا این زل قرمز رنگ طولش از مجموع دو تا زل سبز رنگ یعنی پی آر به علاوه آر کیو کوچیکتر یا مساوی هستش پس ویژگی سوم هم از طریق هندسه که از قبل می‌دونستیم خیلی راحت اثبات میشه خب این هم از سه تا ویژگی مهم اون چیزی که به عنوان طول یا فاصله دو تا نقطه از هم دیگه یا طول یک پاره خط تعریف کردیم پس طول یک پاره خط برابر با صفر هستش اگر و فقط اگر دو تا نقطه انتهایش بر هم منطبق باشن دومی که وقتی میخوایم طول یک پاره خط رو انصاب بکنیم یا فاصله دو تا نقطه رو از هم حساب بکنیم ترتیب مهم نیست یعنی طول پی کیو با طول برابر هستش و ویژگی سوم هم ویژگی نامساوی مثلث هستش که میگه اگر سه تا نقطه پی و کیو آر داشته باشیم طول هر یکی از اون پاره از مجموع طول دوتای دیگه کوچکتر یا مساوی هستش که از طریق هندسه اثباتش کردیم خب این هم از ویژگی های طول توی کلاس درس بعد میبینم اتون خداحافظ